سلام دوستان، میریم که با هم داشته باشیم یه آموزش دیگه از نمونه آموزش های ماه رمضان. امروز میخوام مسقطی زعفرونی درست کنم با ترکیبات بسیار ساده و قابل دسترس، شامل نشاسته گل، آب، شکر، کره، گلاب، هل و زعفرون. میریم که داشته باشیم یه دسر ساده ی اصیل ایرانی رو همراه با شما دوستان. خب در ابتدای کار یه پیمونه نشاسته رو می‌ریزیم توی ظرف، با نصف از میزان آبمون مخلوط می‌کنیم. آب حتما سرد باشه. وقتی کاملا حل شد با آب سردمون، از صافی ردش میکنیم. ذرات باقی مانده کاملا از صافی رد بشه و اینجاست که باقی مانده آب رو بهش اضافه میکنیم. مراحل به هم زدن ادامه میدیم، یعنی وقتی آب به کل ترکیب اضافه شد هم زدن رو ادامه میدیم تا این ترکیب غلیظ و شفاف باشه. بعد از شفاف شدن مرحله بعدی کار رو انجام میدیم. ترکیب ما تقریبا غلیظ شده و شفاف. خیلی دقت کنید که حرارت ملایم باشه تا نشاسته خوب پخته بشه و کاملا خامیش گرفته بشه. اگر تو این مرحله احساس کردیم که بیش از حد غلیظ شده، میتونید یک پیمانه دیگه آب بهش اضافه بکنید و مجدداً همش بزنید تا دوباره اون آب اضافه شده با مخلوط نشاسته یک دست بشه و پخته بشه و سپس شکر رو بهش اضافه کنید. در این مرحله من شکر رو هم اضافه میکنم و مجدداً به هم زدن ادامه میدم. بعد از اضافه شدن شکر، محلولمون یکم رقیق‌تر میشه به لحاظ شیرین کننده‌ای که بهش اضافه میشه. بازم هم میزنیم مواد رو تا آروم آروم بجوشه و غلظتش حفظ بشه و کاملا ترکیب آماده بشه برای مرحله بعدی کار. شکر با نشستم که کاملا مطمئن شدیم و پخت انجام شد که تقریبا 10 دقیقه تمام بوده، کره رو اضافه میکنیم و خوب تا کره به خورد این ترکیب. بعد از این مرحله حدود یک روب تمام میدیم تا مجددا ترکیبمون پخته بشه. بعد از پخت این مرحله می‌رسیم به اضافه کردن هل، گلاب و زعفران. البته که ما زعفران رو تو این مرحله هم می‌تونیم اضافه بکنیم و بعد صبر کنیم تا مرحله بعدی که گلاب و هل اضافه بشه. من زعفران رو با یه قاشق سوپخوری گلاب مخلوطش کردم و الان میخوام اضافه کنم به ترکیب مسقطی. میزان زعفرونی که استفاده میکنیم میتونم بگم تا حدی سلیقه‌ایه و ما میخواییم که مسقطی یه رنگ لیمویی خیلی روشنی پیدا بکنه، نمیخواییم خیلی تیره بشه. زعفرون کاملا داخل مسقطی حل شده. اینجا هل و گلاب رو هم اضافه میکنم و حدود 15 دقیقه دیگه زمان میدم تا این مخلوط پخته و آماده بشه. کافیه که قالب رو چرخ کنیم، که البته من میخوام این مسقطی رو به صورت برشی آماده بکنم. قالب رو چرخ میکنم،
این ترکیب رو میریزم داخل قالب و بعد از قالب جدا میکنم و برش میدم. شما میتونید داخل لیوان های سرو تک نفره بریزین و تزیین کنید و میشه جان کنید. چیزایی که میتونید به مسخطی اضافه کنید میتونه خلال بادوم یا ترک بادوم برشته شده باشه که به میزان 75 تا 100 گرم در آخرین مرحله از کار میتونیم بهش اضافه بکنیم. پسته پود شده میتونیم به این ترکیب اضافه بکنیم که همه اینا کاملا سلیقه‌ایه، کافیه که خودتون دوست داشته باشید. اینجا که من میخوام این مسکاتی رو مثلت برشی آماده بکنم و برش بزنم، خلال بادوم یا ترک بادوم مانع برش خوب و یک دست کار میشه، به خاطر همه من این رو ساده استفاده میکنم. سطحی که این مرحله آماده کافیه که داخل ظرف سر یا قالب نون بریزیم. خب مسخطی آماده رو داخل قالب یا ظرف سر به نون میریزم. همونطور که ملاحظه میفرمایید یه مقدار رقیق به نظر میاد که همین حالت باعث میشه که خوب داخل قالب ببنده و قابلیت برش زدن هم پیدا بکنه. عرض کردم خدمتتون میتونیم داخل قالبی بریزیم برای برش و یا مستقیم داخل ظرف سرو بریزیم. نصف از ترکیب رو که به قالبمون اضافه کردم برای برش دادن، به نصف باقی موندهش یه مقدار پسته پودر شده و بادوم برشته شده و پودر شده اضافه میکنم، هم میزنم و داخل ظرف سرو میریزم که اینجا همونطور که عرض کردم خدمتتون کاملا سلیقه‌ای میتونید داخل. برای اینکه راحت تر منتقل بکنم به ظرف سرومون، من از این ظرف استفاده کردم که بتونم به راحتی داخل لیوان‌های سرو بریزم. به همین ترتیب لیوان‌ها رو پر می‌کنیم و بعد از خنک شدن قابل سرو است. می‌تونید توی یخچال به مدت 3 روز نگهداری کنید. خب اینا از مسخطی‌های ظرفیمون و اینم که گذاشتم خنک بشه تا برشش رو انجام. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید مسخطی ها رو داخل ظرف‌های سرو ریختم و همچنین قالبی که برای برش زدن در نظر گرفتم. بعد از خنک شدن این قالب رو داخل یخچال قرار میدم، یعنی مسخطی کاملا خنک بشه و بعد داخل یخچال قرار میدم و از قالب جدا میکنم و برشش میزنم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و بتونیم به راحتی درست کنیم و نوش جان کنیم. در ابتدای کارم از خامه یکم توی لیوان ها میریزم میزان خامه ای که داخل ظرفتون منتقل میکنیم کاملا سلیقه ای. اینجا مسخطی های برش خورده رو داخل این رشته های طلایی شده میقلتونم و منتقل میکنم به خامه ای که داخل لیوان هامون ریختیم. ترکیب این مواد میتونه
طعم جذابی براتون خلق بکنه و امیدوارم که شما هم با به میلتون واقع بشه. به همین ترتیب لیوانها رو پر میکنیم. لیوانهایی رو هم که با مسقطی همون لحظه پخت تقریبا پر کردم رو از این رشته ها روش میریزم که باز تنوعی باشه در نوع تزیین. خب اینم تزیین این یکی از لیوان ها.